بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت مخاطبان عزیز، امروز با سری برنامه جدید به نام پیوند در خدمت شما هستیم. در این برنامه ما گفتگوهای پیرامون وضعیت متغیر منطقه و جهان خواهیم داشت. در برنامه امشب سفیر ایران در پاکستان جناب آقای مهدی هنردوست در استودیو حضور دارند. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ما از جناب عالی تشکر میکنیم که با وجود مشکلی های زیادی دارید فرصتی با ما آرائه کردید. لطفا بفرمایید دیدگاه هایتان نسبت به پاکستان پیش از سفر این کشور چه بود؟ آیا در این حوزه مطالعه داشتید یا؟ در ابتدا خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم و در ماه مبارک رمضان برای دو ملت ایران و پاکستان طلب موفقیت و سعادت دارم. خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که من خب از دیرباز با پاکستان آشنایی کامل داشتم. من کارم را 30 سال پیش در وزارت خارجه با اداره پاکستان شروع کردم و بعد هم مطالعاتم و بخشی از تحصیلاتم راجع به مسائل منطقه‌ای و از جمله پاکستان بوده. فرضا میتونم بگم که پاکستان رو وقتی در مأموریت جدیدم به عنوان یک انتخاب قبول کردم و آمدم، این با اطلاعات کامل از شرایط پاکستان و شرایط روابطی بین دو کشور بود و از این هم بسیار خوشحالم. آیا سفر شما با پاکستان تغییری در این دیدگاه ایجاد کرد یا نه؟ در اهمیت روابط تأثیر مثبت داشت. یعنی من در مأموریت ثابت خود به عنوان سفیر کشورم در پاکستان و درگیر شدن و مشغول به انجام وظایف در حوزه‌های مختلف روابطی شدن، این اهمیت مناسبات رو بیشتر کرد. ما بفرمایید مردم پاکستان را چگونه دیدید؟ رفتار اونها از ایرانیان و دیگه؟ اگر به عنوان یک دیپلمات با تجربه 3 دهه کار خدمت شما بخوام عرض بکنم، باید بهتون بگم که در واقع نمیتوانیم ما ملتی و کشوری را مانند پاکستان با این همه مشترکات در زمینه‌های مختلف پیدا کنیم. یکی از ابعاد مورد اهمیت و علاقه و توجه ما بعد مردمی است و مردم پاکستان و مردم ایران در بسیاری از جهات همگونه که عرض کردن دارای مشترکات هستند. این مشترکات باعث تقویت بنیان‌های ارتباطی بین دو کشور میشه و قطعا تأثیر مثبتی در پیشبرد مناسبات داره. فرضا جدای از این مشترکات، اونچه در تعامل با این مردم در طی خلال 3.5 سال اقامت هم در پاکستان دیدم، محبت دو جانبه، احساس و عواطف مشترک و نگاه یکسان داشتن به روابط بود و این یک نقطه تشویق ای بود بر من و همکارانم درون سفارت که با علاقه و اراده قوی تری به انجام وظایف در جهت گسترش و حسن مناسبات فیما بین بپردازد. خیلی خوب. از کدوم غذای پاکستانی بیشتر لذت میبرید یا آیا تام این غذاها عادت کرده اید؟ سوال سختیه. من به واسطه نوع کارم کشورهای بسیاری رو در جهان رفتم و واقعا میتوانم بگویم که یکی از خوشمزه ترین و شاید خوشمزه تر از سایر غذاهایی که در سایر نقاط کشورها دیدم غذاهای پاکستانی است و نمیتونم اسم غذای خاصی رو ببرم چون تمامش برای ما بسیار دلچسب و گواراست. خب طبیعتاً بخشش که تند تره یه خود کمتر، اما ادویه پاکستانی نمک و ملاوت خوشمزدگی غذاهای پاکستانی. خب و زیباترین جای پاکستان به نظر جناب علی کجا است و اگر
به آنجا سفر داشته اید، لطفا از محیط آنجا برای ما بگویید. من تقریبا میتونم بگم به دفعات چه قبل از این سفر مأموریت ثابتم و چه در خلال مأموریت ثابتم، الحمدلله فرصت هایی بود که به برخی از نقاط پاکستان سفر کنم. خب بسیاری مشابهت ها در نوع طبیعت دو کشور داریم، اما من لاهور رو جذابتر و زیباتر و دوست داشتنی ترین شهری است که به نظر من درون پاکستان میتوان دید. اسلام آباد بسیار زیباست، ولی خب اون شور و شوق و اون زندگی عادی که در جوامع خودمون میبینیم در لاهور بیشتر به چشم میخوره. نظر جناب عالی در رابطه با موقعیت زبان فارسی در کشور پاکستان چیست و به نظر جناب عالی برای مؤثر کردن این زبان چه اقدامی باید صورت بگیرید؟ خب همونطور که میدونید یکی از مشترکات ما بین دو کشور مشترکات فرهنگی است و تبلور این اشتراک در نزدیکی دو زبان فارسی و اردو است که شاید به بیانی این رو باید یک زبان دونست، چون از الفبا و بسیاری از لغات مشترکی برخوردارن. متاسفانه به دلایل مشکلاتی چه در سده‌های گذشته در باب نوع نگاه استکباری و استعماری که بر منطقه شد، موانعی رو بر گسترش و برگسترش و کاربردی بودن زبان فارسی ایجاد کردند و این رویه ادامه داشت تا اینکه برخی از موضوعات اقتصادی هم مزید بر علت شد و اکنون علارغم تمامی جایگاه و علاقه‌ای که زبان فارسی در بین طبقات مختلف مردم داره، مردم پاکستان داره، ولی به دلایل مشکلاتی که عرض کردم که عمدش مشکلات اقتصادی است، نمیتوانیم بگوییم که از این جایگاه و از این مرحله، از این وضعیتی که زبان فارسی در بومی پاکستان داره ما راضی هستیم، ولی خب طبیعتا سهم بسیاری از این مسئولیت به ما برمیگرده که باید تلاش بکنیم در تعامل و سرمایه گذاری بیشتری برای پیشبرد زبان فارسی بتوانیم این پتانسیل عظیمی که درون شبه قاره و به ویژه در پاکستان و علاقه‌ای که نسبت به زبان فارسی هست رو فعالش بکنیم. امسال صادرات صنایع دستی ایران افزایش قابل توجهی داشته است. در این میان استان تهران به تنهایی 84 میلیون دلار صادرات صنایع دستی خود اختصاص داده است. به نظر جناب عالی پاکستان چگونه می تواند که تولید و صادرات صنایع دستی خود را رونق دهد؟ آیا تبلیغات می تواند با این روند کمک می کنه؟ شما به یکی از موضوعات بسیار مهمی که مورد توجه بخش اقتصادی ما درون سفارت هست اشاره کردید. در واقع این پتانسیل عظیم برای حضور صنایع دستی پاکستان درون ایران وجود داره. من بارها در اتاقهای بازرگانی و در مناسبتهای مختلف نسبت به وجود این پتانسیل بالقوه که باید به فعل تبدیل بشه صحبت کردم. صنایع دستی به خصوص و به ویژه صنایع چوبی پاکستان با توجه به سلایق ایرانی ها میتواند بسیار در بازار ایران حضور داشته باشه و این حضور میتواند مقدمه ای باشد برای دسترسی پاکستان به بازارهای همسایه های ایران که از طریق ترانزیت بسیار خوب و کاملی که در ایران وجود داره این دسترسی برای صنایع دستی پاکستان فراهم کنه. نکته بسیار قابل توجهی که میتوان در زمینه صنایع دستی گفت، ببینید صنایع دستی حضورش در اون کشور دیگه صرف یک امر تجاری نیست، این به معنا و تبلور بخشیدن به حضور یک فرهنگ، یعنی پذیرش در واقع کشور میزبان از صنایع دستی که زایده تفکرات و نوع نگرش فرهنگی مردم اون جامعه و صنعتکاران اون جامعه به
اون صنایع دستی دارن. شما وقتی صنایع دستی ایران رو که میبینید درون پاکستان از بازار خوبی برخورداره، این به دلیل این است که نگاه مردم پاکستان به این پدیده هایی که به نوعی فرهنگی تلقی میشن نگاه مثبتیه. حالا که این نگاه مثبت درون ایران نسبت به پاکستان و فرهنگ پاکستان و صنایع دستی پاکستان وجود داره، جای اون داره تا صنعتگران در این امر و همراهی اتاقهای بازرگانی که بارها این مسئله رو ما مورد تاکید قرار دادیم، در تعامل و تلاش بیشتری برای یافتن بازارهای بهتری در ایران باشن. ولی قطع و مسلم می توانم با شناخت کاملی که از هر دو جامعه دارم بگم این بازار برای صنایع دستی پاکستان به ویژه صنایع چوبیش وجود داره. گسترش روابط تجاری خواسته کشوری هر دو است. در این همواره مشکلاتی بر سر راه ایان وجود داشته. به نظر جناب عالی چگونه می توان که حجم روابط دو کشور را گسترش داد؟ مهمترین بخشی که الان در حال حاضر می توان برای گسترش مناسبات تجاری فیما بین دو کشور فعال کرد، بخش به تجارت مردمی است، مردم بین دو کشور، که این از طریق اتاقهای بازرگانی دو کشور متبلور میشه. ما اگر روابط اقتصادیمون رو و تجاریمون رو با پاکستان به دو دسته تقسیم بکنیم، اون بخش دولتی که در خصوص پروژه های بزرگ هست در پروسه دولتی خودش در حال پیگیری و اجراست و پیشرفت‌های خوبی هم داشتیم، اما اونچه که مقفول مانده، اونچه که راکت مانده، اونچه که از نظرها ناپدید بوده، اون پتانسیل عظیم کار مردمی دو کشور است. ببینید پاکستان یک کشوری است که درونش جمعیت زیادی وجود داره، صنایع که توسط نیروی انسانی میتواند به اصطلاح تقویت بشه، چون صنایع بسته به نوع پتانسیل کشورها گاهی موقع تکنولوژی عامل اصلی فعال کردن اون صنایع است، گاهی موقع نیروی انسانی. در جوامعی که نیروی انسانی فراوان و ارزان وجود داره، عامل انسانی بسیار مهم است در پیشرفت اون بخش از صنعت. ما اون چه که در بخش ها و شهر ها و مناطق و ناحیه های مختلف پاکستان از نزدیک دیدم، یک بخشی که باید دو کشور بیشتر درش برای گسترش مناسبات تجاری تلاش کنن، این اتاق های بازرگانی دو کشور به ویژه در SME ها یا صنایع کوچک هست. صنایع کوچک تمرکزش بر نیروهای کار و ما این چیزی است که برای کشور خودمون هم در این مرحله که نیاز به ایجاد اشتغال و داریم میتونه مؤثر واقع بشه. بنابراین جدای از روابط در پروژه ها، جدای از تعاملات تجاری فیما بین در خصوص پروژه های بزرگ مثل گاز، مثل برق، مثل ترانزیت، ما باید در ارتباط با فعال کردن همون گونه که اشاره کردم، فعالتر شدن اتاقهای بازرگانی دو کشور و حضور بخش های کوچک تجاری در قالب صنایع کوچک دو کشور درون کشور متقابل تلاش بیشتری بکنیم که طبیعتا سهم بسیاری در بهبود مناسبات خواهد داشت. مطلب بعدی در کنار این بهبود و پیشرفت تجارت مرزی است. تجارت مرزی با توجه به مرز طولانی دو کشور که از دیرباز مرز صلح و دوستی و برادری و اخوت بوده، این مرز باید پشتوانه تجارت بهتری در بین مردم دو طرف مرزها باشه، که این در قالب بازارچه های مرزی و انشالله گشایش نقاط جدید مرزی انشالله تسهیلات لازم براش فراهم خواهد شد. بفرمایید توصیه جناب عالی، یک ایرانی که سالها در پاکستان زندگی کرده است، برای بهبود روابط دو کشور چیست؟ به نظر شما در سطح مردمی باید چه کارهایی انجام می شود؟ یکی از نکات بسیار بسیار مورد توجهی رو که شما الان اشاره کردید و مورد تأکید و پیگیری ما هم بوده این است که ما باید تلاش بکنیم تا
جامعه خبری و اصحاب رسانه دو کشور ارتباطات بیشتری با هم داشته باشند. گاهی موقع ها به وضوح ما میبینیم که نقص اطلاعات و ضعف اطلاعات برخی از رسانه ها نسبت به واقعیات درون کشور ایران، خب این باعث میشه که تحلیل ها هم غلط درآید. فلذا یک امر بسیار مهم این است که پاکستان، ما درخواست کردیم که به حضور رسانه‌ای خودش یک مقدار رسمی‌تر و جدی‌تر فعال بشن. ما الان نمایندگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران رو در پاکستان داریم و بارها درخواست کردیم که پاکستان به نحو جدی‌تری این تعامل رو با ایجاد و تأسیس یک چارچوب روابطی بین رادیو تلویزیون و رسانه های دو کشور و سیس و سازمان های خبرگزاری دو کشور رو به اصطلاح در این تعامل باعث بشه که بتوانیم ایجاد بکنیم تا ارتباطات سهلتر و منابع قابل اعتمادتر بشه. در قالب این چارچوب اون وقت میتواند اطلاعات دقیقتری از دو جامعه به بخش های علاقمند منتقل بشه. وقتی این اطلاعات کامل رسید، شما میتونید بر اساس اون روابط رو در تمامی ابعاد تقویت کنید و اون موقع دیگه این نیست که ما بیایم از منابع سومی که معلوم نیست چقدر اون منابع به فکر توسعه مناسبات ایران و پاکستان هستند و یا آیا نگرانی در خصوص منافع دو کشور دارند استفاده بکنیم. لذا این بعد کمبود در کار ما هست که باید با رفع اون آینده بهتری رو در مناسبات فیما بین دو کشور رقم بزنیم و سهم بار دیگر بر اهمیت سهم رسانه‌ای تأکید میکنم. و نکته آخر در این ارتباط که میتواند مکمل این بخش خبریمون به این بخش از سوال حضرت عالی باشه این است که ما باید در نظر بگیریم که دو کشور مستقل به معنای واقعی، به معنای واقعی، چون امروزه بسیاری از استقلال کشورها حالت صوری و ظاهری دارد، دو کشور مستقل ایران و پاکستان، دو کشور اسلامی و دوست و برادر، دو کشوری که روابطشون به طور تاریخی این دوتا رو در کنار هم همیشه ما یافتیم، دو کشور عضو جامعه اسلامی، دو کشور عضو پیمانهای منطقه‌ای OIC و ECO و ایران به عنوان ناظر در سازمان شانگهای، همکاری شانگهای، و پاکستان به عنوان عضو و بسیاری از چارچوب های دیگر. این دو کشوری با این همه پتانسیل و توان گسترش مناسبات نباید راضی به این سطح از روابط تجاری باشد. دو کشور از اراده سیاسی بسیار مستحکمی در جهت روابط حسنه برخوردارند. دو کشور از ابعاد دیگر روابطی بسیار مثبتی برخوردارند و اگرچه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مناسبات اقتصادی و تجاری فیما بین دو کشور داشتیم، اما این رقم منطبق بر توان دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان و مهمتر از همه و نکته آخر، دو اقتصاد مکمل هم، ما دو اقتصاد رقیب نداریم. هرچه ایران داره مورد نیاز پاکستانه و هر توانی در پاکستان هست مورد نیاز ماست. که حوصله مجلس خارج است که من اقلام رو نام ببرم، ولی تمامی تولیدات پاکستان مورد نیاز ماست و ایران هم به عنوان منبع سرشاری از منابع انرژی و سایر به اصطلاح مواد کانی مورد توجه پاکستان هست، به خصوص توانمندی های علمی و صنعتی ایران که در بسیاری از شاخص ها یکی از 10 کشور قدرتمند جهان. خب الان بفرمایید که پاکستان و مجامع بین المللی مانند سازمان بین الملل متحد چه اقداماتی می توانند برای کاهش تنش ها در منطقه خلیج فارس انجام دهند؟ ببینید، ما در ابتدا برای پاسخ دادن به سوال شما باید بگیم که این یک منفعت جمعی است. صرف این که ایران و یا با یک کشور دیگری در معرض یک درگیری نظامی باشن نیست، صرف اعتماد بخشی
و اصالت دادن به چارچوب های گفتمان و گفتارها و گفتگوهای دیپلماتیک، صرف احیای گفتگوهای دیپلماتیک در جهان است تا مردم دنیا متوجه این پتانسیل بشوند که میتوان کلیه اختلافات را، میتوان کلیه درگیری ها را از میادین تقابل نظامی به میز مذاکره و بدون هیچ هزینه ای به بهترین راه حل دست یافت. لذا نظر به جایگاه پاکستان در عرصه بین الملل، همچنین به عنوان یک عضو فعال و مهم در جامعه اسلامی، میتواند نقش مهمی در احیای کانالهای گفتگو و رسمیت دادن و فعال کردن گفتمان به جای تقابل داشته باشه. در پایان برنامه از جناب عالی درخواست میکنم که پیام برای شنوندگان سرویس بکس فارسی رادیو پاکستان بفرمایید. من در تمام مدت 3.5 سال خدمتم در اینجا و در مدت باقی موندهش همواره گفتم خودم رو به عنوان سفیر روابط میشناسم. هر نکته ای را که پیگیری کردم در جهت بهبود مناسبات فیما بین بوده و بار دیگر پیام صلح و دوستی و برادری ملت ایران رو به یکایک مردم شریف و عزیز پاکستان ابلاغ میکنم. در ماه رمضان پاکترین آرزوها و صمیمانه‌ترین دعاها از اعماق قلبم و رو به درگاه خدای تبارک و تعالی برای عزت و سلامتی و موفقیت و سعادت روزافزون مردم عزیز پاکستان و دولت محترم پاکستان دارم و امیدواریم که در سایه تعامل و همکاری دو جانبه دست به دست هم آینده‌ای روشن‌تر و امیدوارتر برای نسل‌های آینده‌مون رقم بزنیم. از جناب علی خیلی ممنونم. قربان شما. تشکر. با پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز ما را پسندیده باشید. لطفاً ما را از دیدگاه‌هایتان و نظرات خودتان آگاه سازید. شب خوش، زنده باد پاکستان.